زود باشید بیاین توی این قسمت که قرار یونیت 2 رو تموم کنیم پرقدرت. و توی این اکسرسایز 14 که یکی از مهمترین اکسرسایز هاست بهتون بگم که چجوری باید جواب اگزمینه رو بدید که تحت تاثیر شما قرار بگیره. بیایید که قراره خط به خط جوابهای اسپیکر هایی که جواب کامل دادن رو با هم بررسی کنیم و خط به خط اونا رو تحلیل کنیم. Here we go! Hello guys, how's it going? توی این جلسه قراره یونیت 2 رو تموم کنیم و وارد یونیت 3 بشیم. البته توی جلسه دیگه. اوکی، اول اینکه یه مرور کوتاه بکنیم از حالا تلفظایی که داشتیم. همونطور که میدونید پرونانسیشن 25% نمره اسپیکینگ شما رو میسازه و وقتی راحت انقدر میتونید بگیرید، راحت میتونید 25% نمره رو بگیرید، پس مطمئنن میتونید موفق بشید توش. اوکی، سه تا تلفظ داشتیم، ت، د و اد که مثل situated. خب زرد ها صدای ت میدن، مثل boat، مثل built، مثل developed، used to. و اونایی که آبی هستن صدای اونایی که صورتی هستن صدای د میدن، مثل called، changed، designed، discovered و said. و آبی هم اد، مثل situated، located و started. اما بریم سراغ اکسرسایز 14، یکی از بهترین اکسرسایز ها که توی این قسمت میتونید پارت 1 رو طوفانی برید جلو. ببینید تا پارت 1 speaking IELTS چرا مهمه؟ اهمیتش اینه چون اولین پارتیه که شما شروع میکنید به صحبت و قشنگ اگزمینر میفهمه شما چند مرده حلاجین. یکم یعنی دقت میکنه به صحبتتون و یکم اگه با حرفه‌ای تر شروع کنید، چون پارتیه که راحت تره و در رابطه با خودتونه و یه سری چیزا در ذهن خودتون، در رابطه با خودتون داشته باشید که دیگه این قسمت رو با EDM و یه سری گرامر خیلی عالی و یه سری چیزای آماده تو ذهنتون در رابطه با خودتون داشته باشید که توی این قسمت حسابی بهتر کنید. چون اون قسمت شروعش، چون هر شامیرید یکم سخت‌تر و سخت‌تر میشه لولا. خب پارت دو به مراتب چالش زمان داریم ما، یکم سخت‌تر ممکنه پارت یک باشه و در پارت سه که سخت‌ترین پارت هست سوالا تخصصی میشه و شما بعد از کلمات تخصصی استفاده کنید. پس پارت یک رو خیلی باید خودمون رو عالی نشون بدیم جلوی زمینه. خب بریم که ببینیم اکسرسایز 14 چی گفته. ببینید اکسرسایز 14 یه نکته خیلی مهمی رو میخواد به ما بگه. اول اومده 4 تا سوال به ما گفته، گفته که خب 4 تا اسپیکر میذاره صحبت میکنن و ما باید مچ کنیم و بگیم که کدوم اگزمینر کدوم سوال رو داره جواب میده. هدف از این اکسرسایز اینه که شما وقتی سوالی از شما میشه توی حالا پارت 1، شما به اون سوال پاسخ بدید، حالا چه پارت 3 باشه چه پارت 2 باشه، شما باید به اون سوال پاسخ بدید و نباید خیلی فراتر برید، عقبتر برید، باید جواب رو بدید. نباید اینطوری باشه که شما سه تا جمله رو میگید، باید توی این سه تا جمله حداقل یکیش جواب باشه. و بریم بهتون بیشتر توضیح میدم. خب اولی که شما اگه هر چقدرم عالی صحبت کنید، نمیتونم از این نکته بگذرم، شما هر چقدرم عالی صحبت کنید و جواب سوالو نداده باشید، بارها هم تو جلسات قبلی بهتون گفتم این نکته واقعا مهمه. چون یهو میایید بیرون میگید من خیلی خوب بودم، من گرامرم عالی بوده، پرونانسیشنم عالی بوده، فلوئنسیم عالی بوده، ولی چرا نمرم و اون چیزی که میخوام نگرفتم؟ چون به اون سوال دقیقا پاسخ ندادم. نکته اولی که باید انجام بدید اینه که توی جمله اول سعی کنی جوابو بگید و تو جمله های بعدی از جمله های ساپورتینگ استفاده کنید. یعنی
اون جمله ای که اون نظری که دادید، اون جوابی که دادید در رابطه با خودتون حالا توی پارت یک، توی جمله های بعدی همون نظری که دادین رو ساپورت کنید، همون جواب رو ساپورت کنید و همینطوری. خب بریم ببینیم که چطوری پاسخ میدن این چهار تا اسپیکر. اولی خب شروع کنیم از سوال اول. What is your favorite place in your town؟ همونطور که سوال رو میخونی در رابطه با خودتون، در رابطه با جوابی که خودتون در رابطه با خودتون میخواید بدید صحبت فکر کنید و هر سوالی که اصلا میشنوید آماده باشید جواب براش داشته باشید، چون هر کدوم از اینا میتونه سوال سر آزمون باشه. خب گفته favorite placeتون کجاست توی شهرتون. خب favorite place رو خواسته، یعنی جای مورد علاقه، مکان مورد علاقه شما. میگه what do people do for fun in your town؟ خب میگه مردم چی کار میکنن برای سرگرمی، برای سرگرم شدن، برای خوش گذروندن، فان، فان توی شهرشون. خب ما انتظار داریم یه هابی، یعنی اگزامینر از ما یه انتظار یه هابی داره، یه سرگرمی داره، یه حالا کاری داره، فان. پس یه هابی باید بگیم اینجا. یه چی باید بگیم؟ یه پلیس باید بگیم. Is it easy to travel around your town؟ خب میگه آیا آسونه که مسافرت کنید توی شهرتون، دور شهر، اطراف شهرتون؟ ببینید خب ما باید توی کدوم قسمتش تمرکز کنیم. Easy to travel، آسونه مسافرت کردن. وقتی میگه آسونه یا سخته یا موافقید، agree هستید، disagree هستید، موافق نیستید، نظرتون رو میخواد و شما بهتره که از advantage و disadvantage صحبت کنید. یعنی یه سوالات میره سمت advantage، disadvantage، شما باید مشکلات رو بگید، خوبیا و بدیاش رو بگید و یه چیز تو همین مایه. اول بگید که سخته یا آسونه و بعد برای ساپورت کردنش از ادوانتج دست ادوانتج استفاده کنید. جواب اصلیاتتون نره، اون یه سور نوه نکنید، ایز داره، یه سور نو کوئسشنه. گفتیم سوالات یا دبلیو اچ کوئسشنن یا یه سور نو کوئسشنن. خب بریم سوال بعدی. What is the oldest part of your town؟ پس oldest part یعنی قدیمی ترین جای حالا توی شهر شما. نکنید کلن هلو پشت این سوال ها میره سمت hometown، یعنی از مکان زندگی شما داره میپرسه. خب پس برای hometown هم همه چیش باید آماده باشه، یه چیزایی از خودتون در تا hometown، جایی که زندگی کنید، تو ذهنتون باشه. خب قدیمی ترین مکانی که حالا جایی که شما زندگی میکنید. پس بریم که بشنویم ببینیم چی میگن اسپیکر ها. Track 25. Speaker 1. In my city there are a lot of things that people can do to enjoy themselves. I personally enjoy visiting the many parks we have, but only in summer when the weather is fine. In winter, people like to visit the cinema, or sometimes it's possible to go ice skating on the lake. خب اولی رو که شنیدیم، اولش چی میگه؟ میگه که in my city there is a lot of things people can do to enjoy. خب در اول میگه که خب خیلی چیزا هست که لذت ببرن ازش. ببینید enjoy و مترادف فانه. نکنید یه جورایی اومده سوالو پرفریز کرده و یه جور دیگه داره میگشت
و برای اینکه یکم بتونید وقت بگیرید، وقت بخرید که حالا ایده های بیشتر، کلم و کب بیشتر تو ذهنتون بیاد، ایده های بیشتر، میتونید حالا از این مدل کارم استفاده کنید و سوال پرفریز کنید. خب there's a lot of things can enjoy، دوباره همون سوال رو بگید. و اینجا میگه I personally، اول میاد نظر خودش رو میگه و میگه I personally enjoy visiting many parks، پارک های زیادی رو بسیاری رو برم چیز بکنم، لذت دارم ازش، but فقط توی summer، but only in summer and when the weather is fine. بعد میگه توی winter، در درباره مردم صحبت میکنه، people like to visit the cinema و skating on a lake. و به همین راحتی قشنگ مشخصه که در رابطه با فان داره صحبت میکنه، چون اول در رابطه با پیپل پرسیده، در رابطه با پیپل میگه و در رابطه با نظر خودش هم میگه، یکم ساپورت میکنه و اینطوری. بریم که بعدی رو گوش کنیم ببینیم. پس این شد سی بی، سوری. Speaker 2. Well, I'm really keen on sport, especially swimming. I live in quite a small town, so we only have one swimming pool, and I spend as much time as I can there, when I'm not studying, of course. خب، جمله اولش رو با چی شروع میکنه؟ میگه I'm keen on. یادتون باشه to be keen on یعنی این که، من بنویسم براتون، to be keen on میشه دوست داشتن، like something، interested in something، to be keen on یعنی من چیزی رو دوست دارم، چیزی رو favorite همه بهش، علاقه دارم، interested in، keen on. خب پس کینان مترادف چیه؟ مترادف فیوریته. البته interested اینم میتونید بگید، into میتونید بگید، باز fond of میتونید بگید، خیلی حالا چیز میذاره. و حالا قسمت اصلیش اینه که مترادفشو به کار برد، دوباره کاری که تو سوال قبلی اومد انجام داد، یکم پرفریز کرد سوال، اومد گفتش یه جور دیگه و اومد در تو با سپورت گفت. شما میتونید مثلا آرت بگید. بعد نکته مهمتر اومد چجوری ساپورت کرد، اومد سپورت رو گفت، بعد اومد مثال از سپورت زد، مخصوصا especially swimming. با مثال زدنم شما خیلی راحت میتونید ساپورت بکنید و حالا ادامه اون نظرتون رو دوباره تقویت کنید و حمایت بکنید. خب بعد میگه در رابطه باش تاون خودش میگه، باز در رابطه با تاون خودش ساپورت میکنه، میگه I live in a small town and have one swimming pool. بعد میگه جای کوچیکی زندگی میکنم که یه دونه swimming pool داره. و بعدش میگه حالا یکم توضیحات مرتبط میده. خب ولی دقت بکنید توی جمله اول جوابشو میده و بعد حالا ساپورت های حالا مرتبط باش میگه، اون جواب خیلی مهمه، پس حواستون خیلی خیلی جمع باشه. اینم کدوم بود؟ پس سپیکر دو در رابطه با فیوریت پلیسش گفت، سویمینگ پول یه پلیسه. من اولش بهتون گفتم آرت، ولی آرتو اگه استفاده میکنید یه مکان بیارید باهاش، مثل میوزیم، مثلا موزه، یا حالا یه مکان هنری رو نام ببرید، یا گالری، چون مکان ازتون خواسته. این نکته هم حواستون جمع باشه. خب بریم بعدی رو گوش کنیم ببینیم کجا رو میگه. Speaker 3. Most of the city is pretty modern, but there's an ancient castle where the emperor used to live. It's just a place for tourists to visit now, but in the past it was the most important place in the country. And it's over 1,000 years old. خب نکته مهمی که این قسمت داره، وقتی میگه oldest part
یعنی اینکه شما از تنس گذشته باید استفاده کنید، تنس پست باید استفاده کنید، که توی این قسمت از تنس پست استفاده میکنه، پس میشه دی. خب نکته مهمتر چیه؟ اولش میاد چی میگه؟ میگه most of the city is pretty modern. میگه بیشتر شهر مدرنه. یعنی نکنید دقت بکنید، اومد یه متضاد استفاده کرد. یالا oldest، چون در تو با oldest در صحبت میکنه، و علاوه بر مترادف شما متضاد هم میتونید استفاده کنید و اونم خیلی بهتون کمک میکنه، چون یه جورایی همدیگر رو کاور میکنن. و گفته بیشتر شهر ما مدرنه، but there's ancient castle. در ارتباط یه مکانه، یه کستله، یه قلعه باستانی صحبت میکنه و که حالا میگه tourist attraction هست، یکم دربارش توضیح میده، میگه مال it's over 1000 years old و یه جوری دربارش چند سالشه، 1000 سال پیشه و tourist attraction و این چیزا. ولی جوابش رو اول میده، اول در بوده تو با تاونش میگه که oldest partش کجاست و بعد همونطور که میدونید supporting رو استفاده میکنه. بریم بقیهش، آخریش. Speaker 4. It depends. There are a lot of traffic jams in the morning and evening when everybody is going to work or school. But the public transport is very modern and the underground's fast and cheap. آخریه چی کار میکنه؟ آخریه میاد جمله شو اول میگه it depends. بستگی داره. There's a lot of traffic jams. وقتی میاد در طب ترافیک میگه، ترافیک مشکله. وقتی میگه is it easy؟ یه مشکله ترافیک و یه جورایی اون مشکل رو مطرح کرده. بهتون گفتم ادوانتج و دیس ادوانتج استفاده کرد، اومد یه سری خوبیاشو گفت، یه سری بدیاشو گفت. اگه نظرش مثبت باشه میاد خوبیاشو میگه، ادوانتجشو میگه، مزیتاش، و اگه بد بود میاد حالا یه سری مشکلاتشو مثل ترافیک میگه. بعد حالا اینجا اومده باز گفته، حالا گفته it depends، یعنی خب yes or no، یعنی بستگی داره. اول گفته، اومده اول ترافیک که بهتون گفتم پرابلمشو گفته و بعد اومده گفته public transport is very modern، و در رابطه با مدرن بودن public transport گفته و حالا حمل و نقل مدرن و سریع و ارزون و fast and cheap اینجوری گفته و یه سری خوبی دیگه بهتون گفتم از اندرسی ستندت. پس حواستتون باشه که از چیا باید من اشتباه نوشتم سی میشه. پس حواستون خیلی جمع باشه که دقیقاً به اون سوال اگزامینر جواب بدید، چون خیلی خیلی مهمه که شما سوالو فهمیده باشید و میدونید خیلی چیز ساده ایه ولی میتونه واقعاً موچتون رو بگیره سر آزمون. برای اینکه راحت تر بتونید باش کنار بیاین، خیلی سوال بخونید و خیلی تو ذهنتون ایده داشته باشید، خیلی تو ذهنتون وکب داشته باشید، یه دفتر داشته باشید که در رابطه با هر عنوانی یه سری کلمه زیرش داشته باشید، EDM زیرش داشته باشید و مدام اگه مثلا آرت تو ذهنتون میاد، creativity تو ذهنتون بیاد، خلاقیت، مثلا culture، فرهنگ، یا حالا خیلی چیزهای دیگه تو ذهنتون بیاد، بهتون پیشنهاد میکنم که این سوالات رو حتما بخونید، چون این سوالات هم میتونه هر کدومش توی سرازون براتون بیاد و هر سوالی از من داشتید حتما میتونید از من بپرسید. من هم تو پیج اینستا و هم توی کامنت ها در خدمتتون هستم. exam skills رو حتما بخونید. موفق باشید.
Good luck.